خبری که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش دادن، وزیر ارتباطات و مخابرات ادعا کرده که دولت باید فیلترینگ رو از بین ببرد و فیسبوک رو از فیلتر خارج کند. بعدم گفته 15% فیسبوک برای کشور ما مصرف نداره، 85%ش قابل استفاده و قابل مدیریته. یه حرف وزیر ارتباطات زده. معنای شکستن فیلتر فیسبوک میدونی معناش چیست؟ یعنی معناش این است که ما دروازه فرهنگو به روی دشمنان پیغمبر باز کنیم. و بعد میگه دولت، این دولتی که شما آقای وزیر ارتباطات میگید، این دولت غیر دولتی رئیس جمهوره؟ این آقای رئیس جمهور میگه ما فرهنگ مقاومتی باید داشته باشیم. یعنی شما با شکستن فیلتر فیسبوک و سیل ناهنجاری ها، افکار، شبهات، اهانت های به پیغمبر و ائمه، برخورد های سرسختانه با دین و مبانی دین و عقاید دین به روی مغز جوان ها میخواید فرهنگ مقاومتی داشته باشید؟ یعنی این دولت دولتی آقای رئیس جمهور نیست؟ این دولت از کجا آمده؟ مگه این دولت رو همین مجلس رأی اعتماد نداده؟ مگه به شما آقای وزیر ارتباطات همین نماینده های مردم رأی اعتماد ندادن؟ خب اینا رأی اعتماد دادن که شما بیایید فیلتر شکن فیسبوک بشید؟ از دروازه فرهنگ کشور این دروازه رو واکنید به روی دشمنان پیغمبر و دشمنان قرآن؟ اینا برای این شما رأی اعتماد دادن؟ این مثل اینه که بنده یه لیوان سکنجبین رو دستم بگیرم به شما بگم آقای لیوان 98%ش شکر، سرکه و شربت لذت بخش و گواراست، فقط 2%ش دو قطعه استرکنی داره، دو قطعه زهر داره و شما بگیر بخور. ما بگیم 15%ش اشکال داره، 85% بیشکاله. پس بنابراین اینه که 15%ش سمه، استرکنی، زهره، تهاجم به تمام مقدسات و مبانی اعتقادی و فکری دینی ما و ولایی ما هست، این فیلتر شکسته بشه و این راه برای دشمنان خدا باز بشه. البته توجه داشته باشید این آقای وزیر ضد ولایت فقیه نیست، این آقای وزیر آدم متدینی است، آدم متعبدی است، از برادران متدین ما در گذشته نظام بوده. یه روزی تو سنگر وزارت خارجه به عنوان یه نیروی ارزشی خدمت میکرده، اون روزی که ایشون جوان بوده به عنوان یه خدمتگزار متعبد. بعد حالا من نمیدونم این عزیزان ما به پیری که میرسن چرا حال رو پیدا میکنن. بابا چهار قدمی چاله قبر اومدی و میخوای دروازه فرهنگ کشور رو به روی دشمنان خدا باز کنی؟ مگه نمیبینی چاله قبر رو؟ لعنت بر این فتنه 88 و لعنت بر این سران فتنه که رفاقت با این سران فتنه بعضی عزیزان متعبد و متدین ما رو به جایی رسونده که مسیر دینداریشون رو عوض کردن. چرا راهتون رو عوض کردید؟ این جواب رهبره؟ رهبر گفت امسال سال اقتصاد و فرهنگ. این پاسخ به رهبر است؟ این لبه ای که ندای رهبری هست که شما برادر متدین بیای بگی ما میخوایم فیلتر شکن فیسبوک بشیم؟